اگه دنبال درمان کبد چرب هستی یا نه، اصلا میخوای درگیر کبد چرب نشی، مواردی که تو این ویدیو اسمشونو میارم باید ازشون پرهیز بکنی و سعی بکنی که انجام ندی و ازشون استفاده نکنی. دوستای عزیزم سلام، به کانال نرس مینا خوش اومدید. اگر هنوز کانال ما رو ساب ندارین، دکمه سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اما قبل از اینکه بخوام راجع به این منع مصرف ها بهتون بگم، بعد راجع به اهمیت کبد داخل بدن شما بدونین. اگر بدونین که کبدتون چه وظایفی داخل بدن داره، خیلی راقب‌تر هستین به رعایت این نکاتی که بهتون میگم. کبد یه عضو خیلی مهم داخل بدنه که بیشتر از 500 تا وظیفه داره. یکی اینکه دمای بدن رو تنظیم میکنه، باعث میشه که عوارض یک سری از داروها از بین بره، باعث تصفیه خون میشه، قند رو به انرژی تبدیل میکنه و کلی وظیفه دیگه که اگر عملکرد کبد به خطر بیفته، باعث میشه که عملکرد بقیه ارگانهای بدن هم باعث اختلال بشه. پس خیلی مهمه که از کبدمون به درستی مراقبت بکنیم. اولین موردی که میخوام راجبش صحبت بکنیم، الکل و نوشیدنی‌های الکلی هستن. الکل به خاطر اینکه قند خیلی زیادی داره و کلاً ساختاری که داره، باعث میشه که به سلول‌های کبدی آسیب بزنه و فرد درگیر سیروز کبد، فیبروز کبد و در نهایت سرطان کبد بشه. مورد بعدی مصرف نمک و شکر هستش. نمک جدای از این که میتونه باعث فشار خون بالا و یک سری بیماری ها بشه، میتونه روی کبدتون هم تاثیر داشته باشه. پس به مواد غذایی و خوراکی هایی که از سوپرمارکت تهیه میکنین دقت بکنین، اون جدول پشتش رو مطالعه بکنین که نمک بیش از اندازه نداشته باشه. شکر هم همینطور. شیرینی، شکلات، آب نبات و کلن فراورده هایی که شکر مصنوعی داخلش وجود داره باید از رژیم غذایتون حذف بشه یا اینکه خیلی کم ازشون استفاده بکنید. مورد بعدی آرد سفیده. برخلاف باوری که عموم دارن و اینکه فکر میکنن که چربی ها تو روند چرب شدن کبد خیلی مؤثر هستن، اینجوری نیست. اون کربوهیدرات و نشاسته هستش که خیلی زیاد تو ایجاد کبد چرب تاثیر داره. و اگر شما میخواین که کبد چربتون درمان بشه یا اصلا درگیر کبد چرب نشین، بعد آرد سفید، نون سفید رو کنار بذارین و به جاش از نون سبوسدار و برنج سبوسدار استفاده بکنین که اون سبوسش باعث بشه که شما ویتامین ها و املاحی که باید به بدنتون برسه برای بدنتون تامین بشه. مورد بعدی چربی های اشباع و غذاهای سرخ شده هستن. متاسفانه ما ایرانی ها عادت داریم که همه چیزو سرخ بکنیم چون فکر می‌کنیم که سرخ کردنش خوشمزه تر. ولی باید مراقب اون روغن اضافه و چربی اشباعش باشیم. اگر که دوست دارین حالا حتما از غذای سرخ شده استفاده بکنین، سعی بکنین که روغنی که توی تابتون می‌ریزین روغن کنجد یا روغن زیتون باشه. از روغنای ساعتی خیلی کم استفاده بکنین و اینکه غذاهاتون رو گریل بکنین یا کبابشون بکنین که روغن کمی استفاده بکنین یا اصلا نخواد روغن استفاده بکنه. مورد بعدی داروها هستن. اگر شما به سردرد ساده یا یه دلدرد یا دندون درد یا هر دردی که سریع به سراغتون میاد یا حتی سرماخوردگی میری سراغ استفاده کردن از داروهای مختلف، باید بدونی که این خود درمانی ها و استفاده کردن خودسر و زیاد از حد سر داروها جدایی از این که باعث میشه بدن شما نسبت به اون قرص یا دارو مقاوم بشه، باعث میشه که یه سری عوارض توی کبدتون به وجود بیاره. حالا اگر که چند تا دارو دارین با هم استفاده میکنین، تداخل دارویی به وجود بیاد، یعنی که داروی رو اشتباه استفاده بکنین، میتونه عوارض جبران ناپذیر رو روی کبدتون داشته باشه. پس به هیچ عنوان سر خود از هیچ دارویی استفاده نکنین، حتی یه استامینوفن ساده یا آنتیبیوتیک های خیلی ساده. مورد بعد غذاهای تنده. اگر که شما از غذاهای تند استفاده میکنین، ادویه های تند، سس های تند، باید بدونین که این تندی بیش از حد باعث آسیب به کبدتون میشه. پس بعد غذاهای تند و کلا تندیجات رو از رژیم غذاییتون حذف بکنین یا خیلی کم ازش استفاده بکنین.